le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. با سلام، این هفته در زیر آسمان پاریس خبرهای غم‌انگیزی داشتیم. بیان که بخواهم این برنامه را خصوصی کرده باشم، از آنجا که علاقمندان و آشنایان به دو عزیز جان خاکزاد روزنامه‌نگار و فریده جلالی همسر دوست و شاعرمان محمد جلالی میمسر از این دنیا رفتند. جان خاکزاد روزنامه‌نگار، کارمند رادیو فردا با سابقه نزدیک به 5 دهه روزنامه‌نگاری، چه در ایران سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران و چه در این 4 دهه در فرانسه در رادیوهای مخالف، و همیشه به نوعی عبور کرده از هر نوع سانسور و عقیده و عشق به ایران کار کرد. کسانی که او را از نزدیک میشناسن میدونن که به عنوان یک حرفه‌ای، به عنوان یک روزنامه‌نگار حرفه‌ای کار کرد. سلیقه شخصیش که البته طرفدار پادشاهی مشروطه در ایران بود، هرگز بر کسی پوشیده نمان، ولی از اونجا که اخلاق کار را هم میشناخت، میکروفون را هر جا که لازم بود برد و هر نوع که حادثه اتفاق افتاد منعکس کرد. من هم مانند بسیاری این شانس رو داشتم که چندین سال در پاریس با او همکار باشم، اما دست روزگار، فاصله 1000 کیلومتری او در پراگ و من در پاریس، اما شبکه‌های مجازی در فیسبوک برای مثال و تلفن همیشه در ارتباط بودیم، و به خصوص که مشوق من در کارهام به خصوص در فیسبوک هر از گاهی با شجاعت تمام در برابر تعدادی مخالف که حدس میتونید بزنید از کدوم گروه سیاسی میآیند میایستاد و حرفش رو میزد. دلم میخواد ساعتها درباره جان خاکزاد صحبت کنم، این حق رو ندارم، این سهم رو هم ندارم، چون دوستان نزدیکتر به او چه در امریکا چه در ایران و یا در همین فرانسه بسیارند. نمیدونم به عنوان قدردانی و ارزش گذاری به کار خودش و شخصیت خودش چه باید گفت. گاهی سکوت بهترین گفته ها رو گفته، و همونطور که خانواده‌اش در یک کلیپ کوتاه در فیسبوک با عکس از او یادی کردن، شاید بهترین انتخاب باشه که من هم از اونها تابعیت کنم. و حالا در این بخش از برنامه، قبل از این که به موضوع خاک سپاری فریده جلالی همسر محمد جلالی میمسر بپردازیم، اجازه بدید یک پرانتز کوتاه. امروز که روز شنبه هست، برابر می شود با 93 سالگی خانم جولیت گریکو که آرم برنامه زیر آسمان پاریس صدای او رو می شنوید. جا داشت که بین دو موضوع کاملا متضاد یادی هم بکنم از خانم جولیت گریکو و بقای عمر براش آرزو کنیم که زنیست هنرمند. اما هنرمند دیگری رو ما ایرانی ها از دست دادیم، خانم فریده جلالی، همسر دوست، همکار و نه تنها دوست و همکار من، دوست و همکار بسیاری در شهر پاریس، حتی خوشبختانه از طریق شبکه‌های مجازی در ایران به خاطر شعرهاش، سروده‌هاش و عشق به ایران. در گزارشی که خواهید دید، در واقع در ابتدای کار به نیت تهیه گزارش نه من و نه دوربین اونجا حاضر نبودیم، اما تعداد جمعیت و فرصتی بود که همدیگر رو در آخرین لحظه‌ها حفظ کنیم، دوربین هم کار خودش رو کرد. من این فیلم رو کامل در اختیار محمد جلالی میمسر خواهم گذاشت که او هر چقدرش رو میخواد در فیسبوک و در شبکه‌های مجازی منتشر کنه و در هیچ جای دیگه هم منعکس نخواهد شد. اما با اجازه از او، بخش کوتاهی هم از این مراسم رو در همین لحظه خواهید دید. خانم فریده جلالی دارای یک پسر، یک دختر، حدود 30 و چند سال، نزدیک به 40 سال پیش ازدواج کرد، مهندس. تمامی کسانی که او رو می شناختند و
برای گفتن و خوب گفتن از او مطمئن باشید با کمبود کلمه و مشکل بیان روبرو می شدن و فقط این من نیستم که با این مشکل روبرو هستم. کمتر صحبت میکنم برای اینکه در وقت برنامه بشود گوشه های از این مراسم رو به اتفاق بار دیگر ببینیم. عصر پنجشنبه ششم فوریه گورستان کرته در شهرکی به همین نام در شرق پاریس، یک بار دیگر تشییع جنازه در غربت. اما اینجا شمار حاضران کارکنان گورستان را به کنجکاوی واداشته است. 4 بعد از ظهر اتومبیل حامل پیکر خانم فریده جلالی وارد گورستان و یک بار دیگر تأثر با ناباوری در چهره هر دیگری جستجو می شود. محمد جلالی کنار فرزند پسرش امید که لحظاتی دیرتر دخترش آناهیتا نیز در کنار او حاضر می شود. در مراسم ابتدا داریوش آشوری سخن میگوید و با کنار گذاشتن چند شخصیت فرانسوی و فرانسه زبان که سخنان شایسته‌ای در خور خانم جلالی اظهار می‌دارند. فریده برای من خیلی یک زن اصیل ایرانی بود و تمام معنی و تمام ویژگی‌های خوبی که در خانم‌های اصیل و درست ایرانی سراغ داریم این بود که او به هر حال براش مسئله یک خانواده در درجه اول بود و گویا بچه دار هم نمیشد در مراحل اول و کار به هر حال براش سخت بود و این کار رو ولی به هر صورت با اراده رفت و بچه دار شد و بعد البته و دو تا فرزند پسر و دختر داشت که همه زندگی و عمرش به هر حال در خدمت وقف این بچه ها بود. گذشته از اینکه خب شوهرش رو هم بسیار میپایید و شوهر هنرمندش در واقع میتونیم بگیم که در سایه او فرصت میداشت که به کار هنری خودش، به شاعری خودش، به هنرمندی، به کار حتی نقاشی و موسیقی و ذوقیات دیگرش بپردازه. Quand tu as su que ta seule guérison possible était la mort,
J'étais enfermé dans ta chambre d'hôpital, entouré de ta famille. امید یگانه فرزند پسر ابتدا صحبت کرد. وقتی دانستی تنها درمان تو مرگ است، در اتاقی خود را زندانی کردی و با خانواده باقی ماندی. نمیخواستی نزدیکانت شاهد درد و رنجت باشند. Tu profitais du moindre moment pour faire le bien de ceux qui t'entouraient. آناهیتا جلالی فرزند دوم شجاعت گفتارش را اینگونه داشت. Une personne n'a pas la parole aujourd'hui et pourtant c'est la principale concernée par ce rassemblement. Alors du coup, j'ai décidé de lui donner. یک نفر اینجا امکان سخن گفتن ندارد، هرچند که این گرد همایی برای اوست. او از قول مادرش خطاب به حاضرین و از جمله خانواده سخن گفت. در فرصت کوتاهی که در این گزارش باقی مانده به کلام محمد جلالی توجه کنید. باری چو فسانه می شوی ای بخرد، افسانه نیک شو نه افسانه بد. فرید جانم خدا حافظ. ما بازماندگان و دلبستگان تو، به ویژه من و دو فرزندت، همچنان که خانواده و خواهرت سهیلا که در اینجا حضور دارد و برای واپسین دیدار به عیادتت آمده است، به تو مغروریم، به تو افتخار میکنیم. این شعر را که بیانگر گوشه‌ای از نجواهای دل من با توست، همراه با شاخ گلهایی که یاران و دوستدارانت در این لحظه سخت فراق به خاک غربت تو میافشانند، نثار قدمت میکنم. سفرت آرام و به خیر باد ای یار یگانه من. بیارام نازنی دوست و همسر و همراه و مادر کم نظیر دو فرزندم. بیارام یگانم فریدم. و در این لحظه جانکاه جدایی، با اتکا به سفر 40 سالی که با تو داشتم، شهادت میدهم که در دوستی و همسری و مادری تمام بودی. آرام بیارام. این بیت ها سخنی با تو و برای توست. ای هم نهاد، ای هم سفر، ای هم ره من، در هم شکست از رفتنت بال و پر من. این کوچ را هرگز نخواهم کرد باور، نفرین اگر باور کنم بر باور من. در جامدانت بود نیمی از وجودم، در جامدانت بود نیمی از وجودم، رفتی و بر جا ماند نیم دیگر من. جان و روانم بود با جان و روانت، عزلت گزید آن گوهر جان پرور من. از اخگر شوقت اجاقم رونقی داشت، رفتی و خاکستر نشین شد اخگر من. دور از تو بود ای یار رسم نیمه راهان، دور از تو بود ای یار رسم نیمه راهان. جان بود با همراهیت در پیکر من، ما را در این شهر از چه تنها وانهادی. مقصد کجا گرداندی از بام و در من. و حالا در گزارش پایانی برنامه، انجمن فرهنگی امید با مدیریت آقای جعفری مانند دیگر تشکیلات فرهنگی در پاریس فعال در همه زمینه‌ها، در آخرین نشست در ارتباط با سرنوشت آینده ایران و گزینه‌های سیاسی و فکری نشستی رو برگزار کرد. 4 شخصیت از نسل دوم بعد از انقلاب که حرفا و گفتهایی دارن، اگر مایلید تمام اون رو بشنوید در سایت تلویزیون ایران فردا، نزدیک به 2.5 ساعت است و گزیده کوتاهی رو هم در اینجا میشنوید. با تشکر از آقای جعفری، مدیر بنیاد
امید. برنامه رو شروع میکنیم با پرسش اول از آقای کاوه شیرزاد، فعال جمهوری خواه. آقای شیرزاد، شما توی فیسبوکتون اخیراً نوشتید که ما نه فاشیسم مذهبی میخوایم، نه یک سلطنت فقیه مشروطه و نمادین مورد نظر اصلاح طلبان، و ما میخوایم بزرگترین نمادمون مردم باشه، میخوایم که برای همیشه از شر یک مقام موروثی مادام العمر و غیر انتخابی راحت بشیم. منظورتون دقیقا چیه؟ ممکنه موازهتون رو به صورت مشخص در مورد نگاهتون به آینده ایران مشخص کنید و بگید؟ درست. اول خیلی خیلی درود میفرستم به بینندگان عزیز، خیلی خیلی ممنون که تشریف آوردید. عرض کنم که من دبیر جوانان شورای گذارم هستم، ولی صحبتایی که اینجا میکنم کاملا صحبتای شخصیه، هیچ ارتباطی در واقع به موازه شورای گذار نداره. دوما خب ما با دوستان از خیلی وقت پیش آشنا هستیم، دوست هستیم، به هر حال توی جایی داره مشترکاً فعالیت میکنیم، ولی میخوام بگم که به اختلاف نظر ما تقریبا نباید باعث سوء استفاده جمهوری اسلامی بشه و فکر کنه که در واقع این اختلافات یه جوری خوشحالشون کنه جمهوری اسلامی رو. ما همه توی یه جبهه به هر حال علیه جمهوری اسلامی مبارزه کردیم و میکنیم و ادامه میدیم این فعالیت‌های خودمون رو. خب در ارتباط با موضعی که دوست عزیزمون گفتن، من فکر میکنم که ما نزدیک حداقل ما هیچ موقع یه حکومت دموکراسی متاسفانه نداشتیم. ما همیشه تحت اقتدار زندگی کردیم. یه ملتی هستیم که واقعا اقتدار زده هستیم، فضای آزاد رو متاسفانه تجربه نکردیم. در این 100 سال اخیر حداقل چندین انقلاب و چندین جنبش مختلف رو داشتیم و هیچ موقع نتونستیم واقعا به اهداف سیاسی خودمون متاسفانه دست پیدا کنیم. نیا کنید، ما وقتی از توی خونه هامون میایم بیرون، تو خونه هایی که هستیم تحت سیطره پدر هستیم. پدر اونجا به ما زور میگه، ممکنه ظلم کنه، بهمون تحمیل کنه، و ما متاسفانه به یک نوعی تحت تأثیر در واقع اون محیط اولیه‌ای که زندگی میکنیم استبداد و زورگویی رو به یک نوعی یاد میگیریم. میایم تو اداره، حالا فرق نمی کنه واقعا دوران شاه باشه، دوران همین جمهوری اسلامی باشه، و ما آروم آروم جاهای دیگه تو ادارات یک نوع استبداد دیگر رو تجربه میکنیم. و خب در سطح حکومت هم میدونید به هر حال حکومت‌ها یه مقداری بد و خوب ممکنه داشته باشه، یه مقدارشون بهتر باشه، یه مقدارشون بدتر باشه. من اگه اجازه بدی سعید جان، صحبتمو با یه حرفی که کاوه گفت شروع بکنم که ما با هم دوستی و همکاری می‌کردیم. شما قبل از فرشگرد شاید یه جایی که خب اسم من مطرح شد و کسایی که خاطرشون باشه 3 سال پیش دیده باشن، نامه‌ای بود ما به ترامپ نوشتیم، یه نامه امضای 30 نفره که از ترامپ خواستیم که استعفای پاسداران تحمیل. شما الان به لیست امضاها که برین، حامد شیبانی‌راد و کاوه شیرزاد کنار هم هستن، چون شیبانی‌راد و شیرزاد الفبای هم کنار هم و کنار هم هستن. چرا؟ حامد شیبانی‌راد و کاوه شیرزاد که امضاشون کنار هم هستش در یک نامه‌ای که به ترامپ که ازش می‌خوایم که اختاپوس سپاه رو از بین ببر در منطقه، به اینجا رسیدیم که الان داریم به عنوان دو تا فکر مختلف می‌خوایم با هم دیگه مناظره بکنیم. این برمیگرده به همون حالا جواب دادن که همون شاهزاده رضا پهلوی، یعنی اگه شما بیانیه فرشگرد رو بذارین جلوی کاوه و همون بند روشو بردار همجوری گفتی، کاوه امضا میکنه. ولی کاوه شیرزاد و کسانی مثل کاوه شیرزاد که با ما اختلاف پیدا کردن و اختلاف دارن سر همون یه بنده. و اون یه بند کیه؟ ما یه بند کسی هستش که در خیابونای ایران صداش میزنه. اون یه بند کسی هستش که امروز به عنوان نماینده بخش بزرگی از جامعه ایران مجامع بین‌المللی دعوتش میکنن، کسی هستش که رسانه‌های خارجی میخوانش، کسی هستش که تعبیری که یکی از دوستان اجرا کرد که همون البته خب تعبیر مذهبی هستش، من آدم غیر مذهبی هستم ولی خوش کاری نداره در صورت بپذیرین که همون نخ تصویری هستش که دونه‌های تصویر رو به هم دیگه میچسبه. اگر که میبینین که امروز توی خیابون‌های ایران مردم می‌نویسن جاوید شاه، اون جاوید شاه به این نیستش که منتظرن که شاهی برگرده و جاویدان باشه، اون همون امیدی هست که به همون فردی که تو داری میگی. ما اگر که نگاه بکنیم به گذشته، به تاریخ، به همین 3-4 سال گذشته، اولین بار کی مطرح شد نامشون؟ 7 آبان 1395. 7 آبان 1395 روز
کوروش در پاسارگاد مردم جمع شده بودن و بعد از مدت ها بعد از 7 سال ما از 88 تا روز 7/95 تجمعی نداشتیم، یعنی مردم به خاطر سرکوبی که 88 شده بودن هیچ تجمعی نبود. اولین تجمع اعتراضی بود و شعارهای تون علیه جمهوری اسلامی مطرح شد و در اونجا ما دیدیم که مردم دارن صداش میزنن، هم تولدش رو تبریک میگن چون دو روز بعدشه و هم ازش میگن این که برگرد ما رو نجات بده. اونجا بود که ما دیدیم که و حس کردیم که چقدر ایشون طرفدار داره توی لایه‌های مختلف قشرهای مختلف جامعه ایران. نظرسنجی‌های مختلف همین رو نشون میداد. به عنوان مثال شما برگردید نظرسنجی که کاسپاروف برگزار کرد در بحبه انتخابات 92. سال 92 انتخابات 92 آقای کاسپاروف به همراه فیروز نادری به همراه فوکویاما فیلسوف امریکایی نظرسنجی برگزار کردن در داخل ایران و تمام کاندیداهای 92 رو گذاشتن به اضافه رهبران جنبش سبز، به اضافه مریم رجوی، به اضافه رضا پهلوی، به اضافه نسرین سوسوته و آقای رضا پهلوی با اختلاف بسیار بسیار بالا نفر اول شد. من اینجوری فکر نمی کنم. ببینید بخشی از قطعاً در اینی که بخشی از جامعه ایران دلبسته آقای رضا پهلوی هستند این شکی درش نیست، اینکه شعار به نفع ایشان میدن در این هم شکی نیست، یعنی نباید از دیدگاه حزبی به قضیه نگاه کرد. آقای رضا پهلوی یک اشتراکاتی با بقیه جریان اپوزیسیون داره. اشتراک اولش اینه که در اینی که اپوزیسیون جمهوری اسلامی شکی نیست، در اینی که در مقابل جمهوری اسلامی و در این مرحله سرنگونی در کنار جنبش خواهد بود در این هم شکی نیست، به دموکراسی هم اعتقاد داره، تقریبا میشه گفت یک نگاه روبه جلو داره نسبت به دنیا همونجوری که شاه داشت، یعنی تضادی با دنیای مدرن نداره. یعنی من فکر میکنم اگر مثلا آقای رضا پهلوی با قدرت برسه خب یک نگاهی از لحاظ اقتصادی به قضایا داره که یک نگاه لیبرال درها رو باز خواهد کرد از لحاظ اقتصادی به دنیا، اینا نقاط مثبته. اما اول برگردم به این وزن کشی سیاسی. این وزن کشی سیاسی زیاد با شعارها و تو شرایط فعلی نمیشه در موردش صحبت کرد. ببینید بستگی داره جنبش در آینده چه مراحلی رو پیش بره، بستگی داره جمهوری اسلامی چه رفتارهایی انجام بده. در بعضی از شهرهای کردستان هم شعار داده شد نان کار آزادی حکومت شورایی. خب الان چپ ها هم میتونن به اصطلاح ادعا بکنن که بخشی از جنبش چپ در کردستان یا در خوزستان یا در به اصطلاح مبارزات کارگری قدرت داره. ببینید من یه مثال برای همین فرانسه بزنم، برای همون وزن کشی. زمانی که مکرون به قدرت رسید تمام رسانه فرانسوی یکی دو ماه اولش معتقد بودن که چپ ها اپوزیسیون اصلی مکرون خواهند بود، اما هیچ کس فکرش هم نمی کرد که جلیق زردهایی به وجود بیان که اتفاقا گرایش به طیف راست دارن یا حتی بعضی از جریانات راست افراطی هم توی اونها هستن. این برای این وزن‌کشی سیاسی که با توجه به شعارهایی که تو خیابان داده میشه در شرایط فعلی که بعضی از این شعارها مثلا رضا شاه روحت شاد این میتونه شعار نفی باشه، شعار سلبی باشه، نه لزوما شعار در تایید سلطنت. اما بازم میگم بخشی از جامعه ایران دلبسته های رضا پهلوی هستن و این رو قبول دارن، اما به هیچ عنوان به این قضیه اعتقاد ندارم که اکثر آزادی خواهان، اکثر کسانی که به دموکراسی معتقدن آقای رضا پهلوی رو به عنوان نخ این تسبیح باور دارن. برای اینی که سوالی که پیش میاد جنبش کارگری رو چه کسی قرار رهبری بکنه در آینده ایران؟ آقای رضا پهلوی؟ ایشان من بعید میدانم که به صراحت گرایشات سوسیالیستی یا گرایشات سوسیال دموکراتیک داشته باشه توی این قضیه، یا جنبش زنان یا جنبش دانشجویی. اکثریت بدنی جنبش دانشجویی طیف چپ هستن، اینها طیفی هستن که در تضاد مشخص با جریان فکری های رضا پهلوی هستن. معمولا در این مواقع جریان طرفدار پادشاهی هستش که همیشه متهم میشه به اینکه خواهان حذف و از گفتگو دوری میکنه یا مباحث حذفی مطرح میکنه، در صورتی که شما همین الان نوشته های دوست عزیزم کاوه رو که نگاه بکنید کاملا مشخصه که اتفاقا این دوستان هستن که اساسا به دنبال حذف جریان پادشاهی به طور کامل هستن، به صراحت هم نوشتن. من چند روز پیش یک توییتی نوشتم و در اونجا گفتم که واقعا این که هم خود شخص شاهزاده رضا پهلوی هم تمام شخصیت‌های اصلی جریان طرفدار پادشاهی که مثلا شما حزب مشروطه ایران رو نگاه کنید به عنوان واقعا یکی از
احزابی که هم شخصیت‌هاش هم مجموعه حزب نماینده بخشی از آریستوکراسی ایران هستن، کماکان افراد فرهیخته و تحصیل کرده. همه این شخصیت‌ها، همه این گروه‌ها، فرشگرد، بقیه، همه نظرشون این هستش که براندازی جمهوری اسلامی، در راه براندازی جمهوری اسلامی که اولویت اصلی ما هستش، باید همکاری صورت بگیره. حالا اگه ائتلاف یا اتحاد هم نشد، همکاری باید بشه. و بعد از براندازی جمهوری اسلامی باید این صندوق رأی هستش و نظر مردم ایران هستش که تعیین میکنه شکل نظام آینده ایران چی باشه، که آیا جمهوری باشه، پادشاهی باشه، پادشاهیش در چه فرمی باشه، جمهوریش در چه فرمی باشه. متاسفانه دوستانی مثل آقای شیرزاد هستن که نظرشون رو به صراحت برخلاف این اعلام کردن. چه تضمینی من میتونم بدم؟ نه، من تضمینی نمیتونم. مگه کسی اینجا میتونه تضمین بده که کدوم شما دوستان اینجا میتونید تضمین بدید که پس فردا در ایران چه اتفاقی بیفته، هر کسی که روی کار باشه یا نباشه؟